رادیو همراه بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، صدای من رو سلام، دارید؟ بفرمایید. بله صداتون رو دارم، بفرمایید. بسیار عالی. من اول از همه میخوام یک تشکر صمیمانه از شما بکنم، برای اینکه واقعا فکر میکنم شما با توجه به دانشتون، به تجربتون و به خردتون واقعا چقدر راهگشای افراد بیشماری بودین و واقعا ازتون ممنونم که یه همچین فرصتی رو در اختیار ما قرار میدین. خواهش میکنم، محبت دارید، بفرمایید. آقای دکتر، من علت تماسم این هستش که من توی یک رابطه ایم که این رابطه حدود الان 6 ساله که ادامه پیدا کرده. علت تماس من با شما، این در واقع سوال اصلی من، اون چی که میخوام آخرش بهش برسم اینه که من باید با این رابطه چه بکنم، برای اینکه نمیدونم که آیا باید تمومش کنم یا باید بچسبم بهش. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟ من 48 سالمه. و این آقا چند سالشونه؟ ایشون 10 سال از من بزرگتره، 58 سالشه. به من بفرمایید ایشون ایرانی هستند؟ بله. به من بگید از کجا تلفن میکنید؟ کانادا. چه مدتی است شما کانادا هستید و ایشون؟ من حدود 7 سال، ایشون حدود 30 سال. اوکی. به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من آرشیتکتم، توی ایران معماری خوندم، بعد اومدم کانادا، اینجا هم دوباره رفتم دانشگاه، فوق لیسانس دوممو گرفتم، الانم توی دفتر معماری کار میکنم. بسیار خوب. ایشون هم تکنیسیان دندان پزشکی هستن، لابراتوار دندان پزشکی دارن و کار خودشونه، در واقع لابراتوار خودشونه و مشغوله. خب اگر درآمد شما $1000 در ماه، درآمد ایشون چقدره؟ فکر میکنم 6000 دلار. اوکی. به من بفرمایید که هر دو از نظر ازدواج تا به حال چه کردید؟ ما هر دو ازدواج کردیم. من صاحب یک دختر هستم، یک دختر 25 ساله. ایشون هم ازدواج کرده، همسر سابقش غیر ایرانی بوده و 3 فرزند داره. بچه هاش 2 بچه های اولش همسنه دختر من هستن و یه پسرش هم که یکم کوچکتره. چند سال کوچکتر؟ چند سالش؟ الان حدود 16 سالشه. شما چه مدتی است جدا شدید؟ من حدود دقیقا قبل از تماس شما داشتم با خودم فکر میکردم انقدر زمان گذشته. من 13 ساله که قانونا جدا شدم، ولی من خیلی شرایط سختی برای جدایی داشتم و اصلا جزء تروماهای زندگی من این جدایی بوده. 4 سال طول کشید تا من بتونم قانونا طلاق بگیرم. بنابراین میتونم شما بگم که 17 ساله که من مجرد هستم. اوکی. ممنون میشم اگه کمی بلندتر یا نزدیک گوشی صحبت کنید، چون صداتون کمی آهسته. دوم، به من بفرمایید بعد از جدایی فرزندتون با کی زندگی میکردید، دخترتون؟ من بعد از جدایی، این که همونطور که خدمتون گفتم خیلی روزهای سختی رو داشتم، همسر سابقم در واقع برای اینکه منو متقاعد کنه که من برگردم به سر زندگیم، بچه رو، دخترم رو که موقع 9 سالش بود پیش خودش نگه داشته بود و من به سختی دخترم رو میدیدم، مخصوصا توی اون 4 سال و خیلی جهنمی بود که من ازش گذشتم تو اون روزها. و خب تو 18 سالگی هم دخترم رو یه جوری بیشتر پیش خودش نگه میداشت، ولی دقیقا به محضی که دختر من 18 ساله شد، من اووردمش کانادا. خدا رو شد که همزمان شد کار کانادا ما درست شد، اووردمش. خدا رو شد دختر بسیار خوبیه و ثمره ازدواج ما، یعنی جزء غرور زندگی من، افتخار زندگی من اینه که به عنوان فرزند خانواده طلاق یک دختر استثنایی بار اومده. و البته که این کردیت رو باید به پدرش هم بدم، چون پدرش بسیار پدر خوبی برای دختر من بوده، برای من شوهر خوبی نبود، ما مشکل داشتیم، جدا شدیم. الان با همسر سابقم ارتباط دوستانه خیلی منطقی با هم داریم، علیرغم اون گرفتاریه که ایشون برای من درست کرد و سختیه که من کشیدم. ولی من آدم با گذشتی هستم، آدم انعطاف‌پذیری هستم، آدم سوشیبلی هستم، با همه رابطه خوبی دارم. ایشون هم یکی از دوستان منه، رابطه گذشته خوبه. ولی نه، همسر سابقتون ایرانن یا اینجا؟ ایرانن. چند سال پیش دچار سرطان شد، حالش خیلی بد شد، آوردیمش کانادا، کمکش کردیم، درمان شد، دوباره برگشت ایران، الان ایران زندگی میکنه.
ولی من امکان رجوع به همسر سابقم دیگه از لحاظ من مطلقا اوکی. نیست. با وجود اون که بچه های اون آقا با کی زندگی میکنن و مثلا اون بچه کوچه که 16 ساله با کیه؟ با مادر زندگی میکنن. اون دوتا دختر که اصلا دیگه کاملا مستقل هستن و زندگی خودشون رو دارن. اون پسر هم به هر حال بچه است که مادر میدونین ایرانی نبوده و این بچه ها کانادا بزرگ شدن. بچه های کانادایی هستن. اونجوری آویزون و وابسته به خانواده نیستن. حالا متوجه شد ولی آخه ماجرا این است که نه صبر کنید، رابطه 6 ساله بی‌معنی است مگر اینکه آدم ها فقط بخوان با هم دوست باشن. چون ببینید مطالعات نشون صبر کنید البته سن و سال شما قاعده ها رو به هم میرزه، یعنی مثلا ایشون، ولی ما موضوع این هست که وقتی یه رابطه بیشتر از 18 ماه طول میشه و افراد مرددن با هم بمونن یا جدا بشن، نشون میده مسئله یا مسائل جدی وجود داره و غالب اوقات بعد از ازدواج خطر جدایی داره. ولی اگر نه، یک کسانی اصلا قصدشون فقط داشتن رابطه هست، حالا رابطه میتونه با تعهد هم همراه باشه ولی قصد ازدواج ندارن یا اصلا موضوع ازدواج پرسششون نیست، این دو دلی ندارن ولی همجوری میخوان ادامه بدن هست، حالا شما با چه فرضی با هم آشنا شدید؟ با این فرض که ازدواج کنید یا فرض این که فقط دوست هم باشید؟ ببینید من اون زمانی که با این آقا ملاقات کردم زمانی بود که 6 ماه بود که از ایران اومده بودم کانادا و خب میدونید کسی که حالا تازه داره وارد یک جامعه میشه با یک فرهنگ جدید، خب برای من خیلی خلأ زیاد بود. من یه مادر تنهایی با دخترم بودم که اومده بودم، بعد خودم رو مستقر میکردم، دخترم رو جا مینداختم و خیلی من آدم گول اورینتدی هستم، برای همه چیم برنامه دارم. خب طبیعتاً خیلی فشار روم بود که همه چی به خوبی انجام شد که الحمدلله همه چی هم رفت سر جاش. تو این مقطع من خلأ وحشتناک داشتم، با این آقا برخورد کردم. این آقا هم اون موقع توی یک رابطه خراب زناشویی بود که به گفته خودش تصمیم به طلاق داشتن و اتاق خواباشون جدا بود، فقط منتظر بودن که بچه ها بزرگ بشن که اینها طلاق بگیرن، ولی در ظاهر با هم زندگی میکردن و این آقا مدت ها بود که این وقت رسته بود. نه صحب کنید، نه 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 صحب کنید، ایشون چه مدتی رسماً جدا شدن و با هم زندگی نمیکنن؟ حدود 5 ساله. خب پس بنابراین شما رفتی تو رابطه یک کسی که همچنان زن داره با 3 تا بچه. بله. حتی یه بچهش 10 سالشه جان؟ بله. نه بحث طلاق و اینام عزیز بله، اونا که بازی است و بیمعنیست. آدم ها اگر میخوان یه رابطه ای رو شروع کنن و طلاقشون رو بگیرن، این مدتی که گذشت که پاک شدن برن سراغ یک کس دیگه، ولی اون که معنی نداره. در حال جنگی و اتاق خواب اون متفاوت است و فلان است و به همان برای تازه منتظر این بچه ها بزرگ شدن. خب بچه هایی که بزرگ نشدن با یک کسی رابطه داشتن، بعدم اگر همسرشون با کسی رابطه می داشتن ایشون باش راحت بودن؟ نه حالا بیاید از اون بگذاریم. من از شما پرسشم این بود، ببینید شما یه زمینه توصیفی دارید، ما یه هنری و ادبی دارید، نکنید. پرسش من از شما این بود، شما با ایشون دوست شدید به نیت ازدواج یا دوست شدید برای که دوست بمونید حالا تو هر زمانی که شد؟ سوال من این بود. هیچ کدوم. من دوست شدم که فقط یه دوستی ساده باهاش داشته باشم به خاطر اینکه تنها بودم. نه من چراییشو نمیخوام، من اصلا نمیخوام من بگید چرا، من میخوام بگم شما با این نیت که با یه کسی یه رابطه برای همیشه یا ازدواج بکنید با ایشون دوست شدید یا نه فقط دنبال دوست بود؟ دوست که ساده نبود عزیز، دو تا آدم که با هم همخوابه میشن که دیگه دوست ساده نیستن. یعنی چی دوست ساده؟ آخه آقای دکتر مشکل همینجاست. ببینید این آقا برای من از ابتدا اون اترکشن فیزیکی رو نداشت، ولی من برای این آقا شده بودم خدا، عاشق شد سر پیری عاشق شده بود، اصلا دیگه دنیا رو نمیدید فقط منو میدید و برای همین بنابراین ایشون حالش خوب نیست. این که نشانه خوبی نیست عزیز. عزیزم من برخی از اوقات آدما فرض کنید برای گرفتن وقت حالا یه جوری عمل میکنن که من متوجه میشم دیوونه، برای که شدت اون که چیزی رو نشون نمیده. آخه تو چیزای دیگه‌اش دیوانه نیست جنگ. نه نه آخه بحث ما، منم سر هیچ دیوانه نیستم، سر پول یا مذهب یا سیاست دیوانه میشم. ببینید شما کاملا آسیب 6 تا 12 سالگیتون پیداست، یعنی شما ریزنینگ رو چون 3-4-5 تا این کاری کردی تو این مدت کوتاه، ریزنینگ و استدلال رو با یه نوعی رشنالیزیشن و توجیه مخلوط میکنید عزیز.
سوال خیلی مشخص است، ایشون عاشق چی شده؟ اونم بعدا یه کسی زن داره، 3 تا بچه داره، یه دفعه عاشق بشه، خب بشه اصلا بشه. الان فرض کنید که یه زنی یا یه مردی عاشق یه کسی بشه شدید تا پای مرگ بره، خب به او چه مربوطه؟ من همیشه عرض کردم مهم اینه که شما او رو دوست دارید یا نه، شما او رو میخواید یا نه، اینکه او شما رو خیلی میخواد چه اهمیتی داره؟ تازه بعضی وقت وقتی غیر عادیه، شما نمیخوایدش یا کم میخوایدش یا او خیلی زیاد میخواد یا اصرار میکنه، که نشانه گرفتاری و بیماریه. برای که هیچ کسی همچی تحفه ای نیست که دیگری خودشو به آب آتش بزنه براش، مگر اینکه خودش در آب آتش افتاده باشه. نه، بیاد توجیه نکنید، بیاد از اون بگذرید، پرسش و پاسخی که با هم داریم و لطف کنید جوابش رو مشخص بدید. بنابراین شما رفتید سراغ یه آدمی که زن داره، 3 تا بچه داره، از نظر کلی هم بهش کششی ندارید. خب به من میفرمایید که چون تازه آمده بودم که الان تازه 6 ماه آمدید، شما با دخترتون هم آمدید، قرار نیست که براستی رابطه برقرار کنید، ولی اصلا قبول، شما این گونه بزرگ شدید که باید یه کسی به نوعی تو زندگیتون باشه، رفتید سراغ ایشون، ولی 6 سال ادامه دادید به چه هدفی و به چه انتظار و امیدی؟ خب ببینید آقای دکتر، من نمیخوام توجیه بکنم، ولی مسئلهش اینه که من دنبال ایشون نرفتم، ایشون دنبال من اومده. عجب گرفتاریه سرکار خانم. شما خونتون 1,000,000 دلار میارزه، من 700 دفعه میام در خونه شما میگم 500,000 دلار، شما بعد میگید خب این 700 دفعه اومد دیگه من بشتارم خونه 1,000,000 به 500,000 دلار، و چه اهمیتی داره که ایشون چقدر اصرار کنن؟ مگر ما در دنیایی هستیم؟ نسب کنید، مگر ایشون مثلا قدرت مطلقن که اگر چیزی رو خواستن باید تسلیمشون شد و بهشون داد؟ چه اهمیت داره ایشون چقدر شما؟ اینجا رو من ضعف خودم رو میپذیرم که من از نظر عاطفی این ضعف رو دارم که نگفتن برام سخته، و ضمن این که وقتی موضوع عاطفی پیش بیاد اصلا زنگ من زده میشه دیگه، دست خودم نیست، یعنی دلم شما عاطفی نداشتید؟ شما ترحم؟ بله ترحم، زندگی زن و مرد و زندگی آدم ها و اینجا 4 تا بچه درگیر، وقت ترحمه؟ بر واقع چه رحمی؟ ایشون مثلا تشنه بود داشت میمرد، گرسنه بود، از کسی خوشش خیلی بیاد. عاشق بود، خیلی عاشق شده بود و بلکن نبود و منم نمیخواستم، واقعا من نمیخواستم آقای دکتر، ولی دیگه دست خودم هم وقتی یه کسی که هر لحظه داره به شما زنگ میزنه دم خونتون ثبت میشه، هی بر چی؟ یک پلیس رو میگیرید یا رسترین اوردر میگیرید سبز میشه تلفنش هم قطع کن؟ خب من تازه اومده بودم از این بابت هم که خب آدم نعیفی بودم توی این جامعه. عجب. خب وقتی یه جایی دیگه شما یه خانم 42 ساله تحصیل کرده آمدید، حداقل نمیتونید کسی مزاحمتون، نمیتونید از شرش خلاص بشید؟ با اولین کسی که میگفتید، مثل الان که گفتید یه کسی به شما میگفت میشه این ماجرا رو تمومش کرد اگر شما میخواید، شما نمیخواستید، بیاد از اون بگذاریم. یعنی خب ایشون به من بگید 3 تا چیز خوب ایشون چیه که شما 6 ساله در این رابطه با ایشون موندید؟ خب ایشون بسیار آدم همراهیه، صبوره، خیلی با روحیه و خوش مشربه، رازداره. بسیار خوب، 2 تا 3 تا عیب ایشون چیه؟ عیبشون اولین چیز اینه که من اون اترکشن رو ندارم، یعنی بالا برم پایین برم تو این 6 سالم نتونستم خودم با اون نقطه برسم که احساس کنم که دلم میلرزه برای اینکه با این آدم باشم، ولی الان بهش عادت کردم. دومین مسئله‌ای که دارم اینه که توی این 6 سال ایشون من رو انگشتش یه جوری چرخونده، برای اینکه اون قصد ازدواج اصلا با من نداره و اینم که از زنش طلاق نگرفت این مدته، خودش مطرح میکرد که من اگه بخوام الان طلاق بگیرم بایستی که زندگی مشترکمون رو همه چی رو قسمت کنم و بفروشم و این زندگی به هم میخوره. من نمیخوام، خودش جدا زندگی میکنه، آپارتمان جدا گرفته، اصلا همه میدونن که دیگه سپریته، این موضوع 5 ساله، ولی به هر حال ایشون طلاق نگرفته. حالا چندی قبل که خانم بالاخره خسته شده، خانم رفت فایل کرد برای طلاق، اما این رفتار ایشون این رو به من نشون میداد که ایشون اصلا خیال این که بخواد طلاق بگیره که ازدواج با من بکنه رو نداره. الان از خودشه که یه آدمی که حالا من فقط برای اینکه به شما بگم، من کسی هستم که دور و برم خیلی آدمو هستن که دلشون میخواد با من باشن، حالا به قول شما توفیعی هم نیستم، ولی به هر صورت با همین حداقلی که دارم نسی کسی هستم که در بمونم فردا تو جامعه، یعنی این بره که من مثلا یکی دیگه میتونه بیاد تو،
ولی مسئلهش اینه که چون یک صفات خوبی داشته، من همش نشستم تو ترازو گذاشتم، هی گفتم حالا که خوبه، حالا فعلا، حالا فعلا. ولی الان ساعت بیولوژیکی بدن من شروع کرده صدا کردن. من 48 سالمه، به قول فهم شما حالا 5 سال پیش که شروع کردم سنم کمتر بود، پتانسیل و یعنی شانسم بیشتر بود چه برسا. الان من سر این سوال هستم که من چه باید با این آدم بکنم، برای اینکه هم بهش عادت کردم ولی بعد از این 6 سال هنوزم نتونستم این آدم رو دستش رو بگیرم ببرم دوستان. یعنی اینقدر که اصلا برای شما قابل قبول نیست که ولی به بقیه معرفی که من با این آدم هم؟ نه شما بهش اترکتد نیستید، شما نیستی و ممکن از نظر دیگر شما بهش اترکتد نیستی و از نظر دیگران شاید خوب باشه یا از نظر دیگران هم خوب نیست. نه از نظر دیگران خوبه. نه خب پس چرا شما مشکلی داری برای معرفی کردنش به دیگران؟ برای اینکه به حد خودم نمیدونمش. کجای ایشون اشکال داره؟ تحصیلاتش؟ شاید بخش تحصیلات، ولی اول از همه میگم من فکر میکنم که با کسی ازدواج خواهم کرد که 4 سال 5 سال مکسیموم از خودم بزرگتر باشه، یه آدم قد بلندی باشه. من خودم این دختر نه وارد این بحثا نشید عزیزم، وارد این بحثا نشید. شما آخه عزیز من، شما که با انسان سر و کار ندارید قربونه، شما با کالا سر و کار دارید. بعدم این کالا چون قابل ارائه در جمع نیست که بقیه بگن واو، پس بنابراین نواد بردش. حالا به من یه سوالی به جواب، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ اول خوب نبود ولی بعد خوب شد. خوب شد. الان در هفته یا ماه چند دفعه رابطه دارید؟ خب نه، ما متاسفانه اصلا تو 2 شهر مختلف زندگی میکنیم و بازم با وجود اینکه من خودم سوال کردم شهر... مثلا کاری ندارم کجایید، میگم الان در ماه یا هفته چند دفعه رابطه دارید؟ شاید 1 ماه هم همدیگر نبینیم ولی شاید وقتی که همدیگر ببینیم مثلا خیلی زیاد. این چقدر چند اندازه عادتی که آدم ممکنه 1 ماه همدیگر نبینه؟ آخه 2 شهر مختلفیم. خب میفهمم، چرا هر دو مجبوری در 2 شهر متفاوت باشید؟ شما چرا نمیتونید به شهر ایشون؟ من میرم و میام، تا الان بخاطر کرونا فعلا لاکداون شده، جایی نمیشه حرکت کرد جا بشون. همیشه آدم ها میتونن برای جا به جایی حرکت کنن. شما اگر در تمام مدت مردم از نیویورک به لس آنجلس یا از لس آنجلس به نیویورک نرفتن، مسافرت محدود شده، ولی مردم که از نظر جا به جایی که فرق نگیر، بسا یه دم حوصله‌شون سر رفته بیشتر جا به جا شده. نه گفتم شما رشنالیزیشنتون حیرت انگیزه، ولی حالا ببینید شنوندگان خوب عزیز الان متوجه میشه شما برای هر چیزی یه جوابی دارید که واقعا جواب نیست. برای به کرونا چه کرونا میتونیم بفرما همدیگر رو تو محیطای اجتماعی نمیتونیم، اتفاقا کرونا سبب شده که ای 60 70 80 درصد مردم بیشتر همدیگر رو ببینن چون جایی ندارن برن با هم، تا اینکه کم بشه. حالا شهر مختلف زندگی می‌کنید، معظم این است که چرا نرفتید شما چرا نرفتید شهر ایشون یا ایشون نیومدن شهر شما؟ من به خاطر کارم، من میام سایت ویزیت سر ساختمونا نمیتونم برم، ایشون هم لابراتوار خودش رو داره اونجا، اونم نمیتونه بیاد. نمیتونیم که هرکدوم ول کنیم بریم جای دیگه. اوکی بسیار خوب، متوجه شدم. و شما از آغازم تو 2 شهر بودین اینقدر هم علاقه من شدید؟ خیر میگم علاقه یک طرفه بود، من توی اون یک طرفه شو یک ایشون عاشق یک کسی شده، من توی شهر دیگه. نه توی یه شهر بودیم ولی بعد من موو کردم از اون شهر رفتم چون من اصلا روی رابطه حساب نمی کردم. ولی ایشون شما چه مدتی است از اونجا رفتی؟ 4 ساله. اوکی. حالا با این پیش‌زمینه‌ای که من برای شما تعریف کردم و در واقع اون چه که در گذشته بر من گذشت که من تروماتایز شدم، تا سالها نمیتونستم وارد رابطه بشم، بعد این آقا تو مسیر زندگی من قرار گرفت و به هر حال توی رابطه ای رفتم که این رابطه هیچ وقت منو علاقه رو نداشتم. حالا این که شما از من سوال کردین که یعنی گفتم من هیچ وقت نتونستم این شخص رو توی اجتماع بیارم، ببینید دلیلش نیست که من ایشون رو به شکل کالا میبینم، نه دلیلش این هستش که من اون علاقه 100% رو ندارم و نمیخوام که توی خانم عزیز شما 6 سال در زمانی که مهمه رو برای ایشون دارید میگذارید علاقه دارید یا ندارید؟ خب ندارید تصویر تمومش نکردید. خب این 6 سال نتونستم. این که بحانه ببینید وقتی عزیز من صبر کنید، آخه من نمیفهمم شما که من که نمیتونم بگم یه کسی به من حرف زد گفت چرا نگاه، بگم عقلم ناقصه، ضعیف بودم، نگران بودم، میترسم، کدوم دادگاهی همچی چیزی رو از کسی میپذیر؟ من بهم میگن چرا این آدم رو کشتی، بگم ضعیف بودم، یا خب ببخشید بس بفرمایید. خب
خب اینه حالا که آقای دکتر وقتی من میگم یه سوال، استدلال های شما معنی نداره اینه، بله یه رابطه از راه دور که ممکنه ما یه دفعه هم دیگر رو ببینید یا نبینید، چون اسم شما رابطه آخه ببینید رابطه حالا درسته که سکس بخش عمده یک رابطه است، ولی این هم که به حال یه کسی روزی 4 بار به شما زنگ میزنه، هر لحظه داره حال شما رو جویا میشه، میخواد بدونه تو چطوری مسخره میخورین، است ولی اون تنهایی آدم رو پر میکنه. آخه یه اصلا بخش هم برای اصلا من اصلا حداقل من اصلا من سرکار خانم من 50 نفر زنگ بزنم میگن حالت خوبه برای که زندگی رو پر نمیکنه. شما بازی چی دوست دارید؟ یک کسی در روز 18 دفعه 80 دفعه من زنگ بزنم یه حالت خوبه برای من فکر کنم یک کسی زنگ میزنه، خب بیکاره، حالش هم خوب نیست. نه اصلا آقای دکتر، بحث فقط این که حال من بپرسه، بحث سر اینه که ایشون یه جوری خیلی ساپورتیوه، یعنی همیشه حضور داره، همیشه با محبته، همیشه توجه داره، چیزی که یک زن احتیاج داره بهش. کی هم چه با سرفیزه شما چی هاش که این زن احتیاج داره؟ من یه احتیاج دارم. نه خب مشکل شما اصلا چی احتیاجی وجود نداره که آدم بشه. بعدم من اصلا بحثی ندارم، بذارید یه سوال کنم، ایشون از راه دور چی کار برای شما میکنه سپورتیو؟ میرد که احتمال شما کمک مالی به شما میکنه؟ نه اتفاقا خب چیزی که خب. مثلا کمک مالیه. خیلی خب، پس چی کار به سپورت ایشون در چیه؟ در این که حضور داره، مثلا من یه مشکلی پیدا میکنم باش تو، بعد این مثلا اینجوری شده، بعد این کار بکن، یا مثلا اتفاقات رو بینید ما کانکشن. شما چند رازه مسئله و مشکل دارید که احتیاج به سپورت؟ زیاد ندارم، ولی خب به هر حال یه آدم همراه زندگیمه. من که اصلا میگم ایشون همراه نیست، ولی آخه این همراهی ایشون نداره. عزیزم من با یه کسی یه ماه نمیبینمش، کجا با من هم قدم بوده، رفتیم دور با هم گشتیم. من اصلا نمیفهمم، شما فقط همینجوری صفت نسبت میدید. بله شما مطمئنید ایشون با کسی دیگه نیست؟ بله مطمئنم. شما خودتون با هیچ کس دیگه نمیخواید باشی؟ با وجودی که میگید انقدر دور براتون هستن؟ نه برای که اخلاقی چون رو نیادم توی زندگی من هست، آبه. من دوست ندارم که با کسی دیگه دارم بیرابی دارم، ولی کن پتانسیلشو دارم دورو برم. نه من با پتانسیل بحث نمی کنم. حالا بیم اصلا از اینا بگذاریم، اگر من بگم ایشون چرا نمیخواد با شما ازدواج کنه چی میگی؟ خب برای اینکه آدمیست که من فکر میکنم مسئله اقتصادی براش مهمه و یه جوری نمیخواد خودش رو آلوده و درگیر بکنه. اصلا دیگه که به راحتی میتونن با شما قرارداد ببندن و درگیر نکنن. بله آدم مهربون، سپورتیو، خوب، عاشق و شیدا نگران پولاشه برای کسی که نمیخواد پولش رو حتی بگیره؟ که اصلا شما میگید توی مدلم کمک مالی نگرفتن؟ نه هیچی ولی من فکر کنم آدم مقتصدیه، بسیار مقتصده. خیلی خب، بنابراین آدم مقتصد که اولا مقتصد برمیگره بحث اقتصاد، آدم میتونه خسیس باشه، آدم میتونه نگران مسائل مالیش باشه که تو ازدواج قبلی هم اونو نشون داد، ولی همچی کسی پس بنابراین اون چیزی که مهمترین مسئله است سپورتیو مالیه. برای تلفن کردن حال احوال پرسیدن سر بیکاری و سرش سر میره، برای یه نوع کار خسته کننده سر نیم ساعت یه ساعت که میره یه قهوه‌ای بخوره با یکی از همکاران حرفی بزنه یه زنگ هم میزنه به شما. حالا اونو به کنار، حالا پرسش چیه یا مسئله و مشکلی که لطف کردی تلفن کردی؟ الان بله الان پرسش من از شما اینه که به نظر شما آیا اینکه یه شخصی حالا یه شخص هم اصلا همین مثل همین کیفی که داریم، من اون علاقه رو ندارم، در واقع خصلت های ایشون شرط لازم هست ولی برای من کافی نیست. آیا با توجه به این شما فکر میکنین که خب برای اون خصلت های خوبش، واقعیتش اینه که چون من قبلا یه بار ازدواج کردم میدونم که این خصلت ها خصلت های خیلی ارزنده ایه، همراه بودن خیلی چیز با ارزشیه، کم میبینیم جورو بر آدم و مردایی باشن که همراه باشن، ما کانکشن داریم، راجع به خیلی چیز حرف مشترک داریم، از شعر و کتاب و مقالب و خیلی میتونیم با هم ساعت راجع به این چیزا حرف بزنیم، خیلی از نظر اخلاقی شبیه هم هستیم، هر دوتامون آدمای به هر حال با صداقتی هستیم، این چیز داریم، خیلی این چیزا به هم دیگه اطمینان خاطر میده، ولی خب من اون اترکشن رو ندارم و
این همیشه هم برای من تو ذهنم یه چیز دیگه ای بوده و بهتر و فراتر از این آدم بوده. من احساس میکنم که ممکنه در آینده من خودم سرزنش کنم که ای بابا دست برنده رو باختی، تو که اینقدر رو همه چی کار کردی، همه چی درست بود، میتونستی بهتر از این داشته باشی. حالا سوال من اینه، آیا کسی شرط لازم رو داشته باشه ولی کافی نباشه به نظر شما برای زندگی مناسب هست؟ برگشتیم سر 6 تا 12 سالگیتون، فقط دلیل تراشی اصلا مطلقا حرفا معنی نداره. در مجموع شما به اینجا میرسید، آدمو میخواید اینا، من میرم مغازه کفش بخرم، میخوام خونه بخرم، فکر میکنم با توجه به پولی که دارم، امکاناتی که دارم، نگاهی که به بقیه کردم، این میارزه یا نه، میخرم یا نمیخرم. احتیاج نداره که بحث بکنم که این کفش شرایط لازمو داره ولی کافی نیست، این خونه اینو داره. یعنی وقتی خدمتتون عرض میکنم، شما بلند، شما فرزند چندم خانواده، چند تا خواهر برادر دارید؟ من یه برادر بزرگتر از خودم دارم. چقدر؟ 4 سال بزرگتر. اوکی. بنابراین به هر حال نگاه شما یه نگاهی است در یه آدمی که در ایران تلاش کرده یه جای خودش رو باز کنه و محیط سخت و مشکلی بوده و اینجا اومده همینقدر که یه چیزی بهش نسبتاً احساس آرامشی بده یا توی منطقه ای از احساس امنیت قرار بگیره باش خوشحال و راضیه. علاوه ایشون یه آدم واله و شیدا و با توجه به امکانات و تو سن و سالی که نمیخواد این پول رو با خودش به جای دیگه ببره، بر اساس نظر شما به دلایل مالی برای ورز کردن با یک قرارداد کاملا میتونه همه مسائل مالی رو در همه زمین ها با موافقت شما جدا کنه و خاطرش رو آسوده کنه. چرا یه همچی کسی نمیخواد شما کنارش باشید و با هم زندگی کنید؟ بله، و اگر درآمد ایشون 7-8 برابر شما، خب شما این کاری که تو اون شهر دارید ول کنید، به تو شهری که ایشون هست یه کار پیدا میکنید. من خودم به اون نقطه نرسیدم که بخوام زندگیمو ول کنم برم مثلا با زندگی شما نداری. عزیز دل، زندگی ندارید. شما یه مردی دارید توی شهر دیگه که ممکنه ما یه دفعه هم دیگه رو نبینید. اینجا هم سر کار هستید، بقیه زندگی چی دارید؟ بعدم به خاطر این باوری که دارید و درستم هست، با کسی دیگه هم در رابطه نیستید. نه ولی آقای دکتر ببخشید، با احترام زیادی که به شما قائلم، ولی این حق شما هست، نمیتونم بپذیرم که من چیزی اینجا ندارم. من یک نتورک دارم اینجا، کلی آدم میشناسم و آدما منو میشناسن، اعتباری دارم توی این شهر. من یه کار خوب دارم، آدمایی هستن که روی کار من حساب میکنن. من نگید من که تو هیچی نداری، من یه زن خود ساخته هستم. من حرف شما رو قبول نمیکنم که من هیچی ندارم اینجا. شما همینا میتونید توی شهر دیگه داشته باشید. میدونم، ولی خب به هر حال اینطوری نیست که شما فکر کنید من آدم نیستم که الان تشنه باشم که یه مرد. چرا باز رفتید سراغ بحثی که شما میگید منم راهی برای قبول یا ردش ندارم؟ مرزم این است که شما با این همه توانایی میتونید تو شهری که ایشون هست این کارو بکنید. خب من خب اون علاقه 100% رو ندارم و برای همین علاقه شما زنگ زدم، از شما دارم سوال میپرسم که آیا در این سن این تفکر من درسته که من اگر علاقه ندارم نرم دومشون گاهی اوقات من حرف سرکار خانم شما اگر کمی با من آشنا باشید، میگم یه زن و مرد اگر از نظر فیزیکی و جنسی به هم اترکتد نیستن، با 100% میگن خداحافظ. فیزیکال اند سکشوال اترکشن مال زن و مرده، برای که در تحلیل نهایی آخر کار زندگی زن و مرد یه جاش بودن با هم و اتاق خواب مرتبطه، اون باید درست باشه، بقیه چیزا حتما باید درست باشه، ولی این شرط اصلی به قول شما شرط لازم که هست. شما شرط لازم رو ندارید، برای که شرط کافی هم حتما نخواهید داشت، ولی انتخاب شما دوتاست. برای من نمیدونم ایشون چرا نمیخواد با این همه عشق و علاقه با شما ازدواج کنه. برای ایشون خبر داره که شما او رو از نظر فیزیکی و جنسی اترکتیو نمیبینید؟ بله فکر میکنم میدونه. بله میدونه، حتما به یه مردی بسیار بر میخوره و میره دنبال کارش. و خب بهش برخورد و رفت، خیلی تلاش کرد، خیلی خودش کار کرد، رفت یاد گرفت که چی کار باید بکنه و خب برای همین میگم بهتر شد. درباره چه چیزی رفت یاد بگیره چی کار باید بکنه؟ در مورد روابط جنسی سعی کرد که بره یاد بگیره و بدونه که بعد چی کار کنه. خب خیلی بهتر شد، اولی که اصلا ناشی و اصلا خیلی چه اوت بود. آخه شما بحثتون توانایی جنسی اونقدر نبود که فیزیکال اند سکشوال اترکشن بود. بله ولی ببین آقای دکتر، مثلا من یه دفعه دیدم که باوجود خودش انکار میکنه، ولی مثلا من یه دیدم که قرصایی میخوره که بتونه
خودش رو آمادگی بیشتری داشته باشه برای رابطه. و خب این من میدیدم که خب تو رابطه ضعف داره، بعد فهمیدم که اینو میخواد و من چیزی نمیگه. من عصبانی شدم، بهش گفتم، گفتش که خب من این کارو دارم میکنم به خاطر اینکه تو رو راضی کنم، تو رو خوشحال کنم، جلوی تو کم نیارم. وقتی که این بحث پیش اومد، یعنی در واقع سعی کرد این کردیت رو به خودش بده که ببین من به خاطر تو دارم همه کار میکنم که تو راضی باشی. ولی خب من اشکالی داره؟ بله یه زنی، یه مردی هورموناش، قدرتش اونقدر کار نمیکنه یا اصلا به صورت درستش نیست، دارو استفاده میکنه، حالا بر شکل و فرمی که بتونه اون داشته باشه، عقلی از نظر پزشکی اشکال نداره، چه عیبی داره؟ چرا به شما بر بخوره؟ این به خاطر شما نیست، اون نسبت به هیچ کس نداره. آخه عزیزم، شما یه دنیایی برای خودتون دارید. یه مردی اگر فرض کنید به هر دلیلی، دلایل مختلفشو میشناسید، اون تمایل برای آمادگی برای ارتباط نداشته باشه، معلوم امروز داروهایی هست که سیف و سالم آدم ها استفاده میکنن تا اونو داشته باشن. ای و ایراد حتی نه مرد نه زن. اگر یه زنی هورموناش قدرتش درست کار نکنه، اگر یه مردی نباشه، ای بسا به خاطر این عدم تعادل سرطان بگیره. خب باید تعادل رو برقرار کنه. این تعادل وقتی بدن برقرار نمیکنه، این که مسئله خودش و شما نیست، به شما ارتباطی نداره. نه ولی خب این وسط رابطه وقتی یهو آدم یه چیزی اینجوری میبینه، یه خب سرد میشه دیگه، احساس میکنه که مثلا یعنی خب چی؟ برای که واقعیت ها رو باید بدونه. برای این چه ارتباطی داره به شما؟ شما اصلا نمیخواید متوجه بشید. میگم اگر یه کسی یه مسئله ای داره عمومی، که شما نباید اون رو شخصی بگیرید. بله، ایشون که به قول شما واله و شیره عاشق شماست، دیگه بیش از این چی میخواید؟ بعدم این همه هر روز تلفن میکنه. نه من که شما رو که میتونم ببینید، والو شیدار رو خب اون اوایلش در واقع بوده، الان دیگه تفریح عادت شده واقعیتش. ولی خب بدون من نمیتونه. با وجود من بارها و بارها رابطه رو تموم کردم و مثلا یه چیزی که اینجا منو اذیت میکنه، من مثلا دوست دارم یه مرد غرور داشته باشه وقتی بهش میگم برو، و بعد باز دوباره با گردن کج میاد جلو، 10 دفعه این کار میکنم و بازم همون اتفاق میفته. من دوست دارم مرد یه مسئله قدرت و محکم بودن، تا اینکه مثلا هیچ شلو نه دیگه، حالا باش باشه. در حال شما رو متوجه هستم عزیز، باورها و احساسات مخصوص به خودتون دارید و در حال تا به حال که اینگونه عمل کردید، برشم بکنید. برای به ایشون خواستنشون از یه طرف برای شما یه امتیاز عاشق بودنش، از جانب دیگه وقتی که شما میگید برو نمیره، برای شما یه عیبه. من نمیدونم، به هر حال تکلیف اگر یه مردی بود میپرسید تکلیف من روشن کن، اصرار کنم یا نکنم. اصرار بکنم میگی ضعیفی، اصرار نکنم به من میگی پس من علاقه نداری. نه من انتظارم بودش که آن اصرار نکنه که من هم در این انتخاب من هم فهمی داشته باشم، یعنی من هم اون آدم رو انتخاب کنم. من هیچ انتخاب نکردم، من انتخاب شما بحث من با تون تموم میکنم. چون شما هر آن که تصمیم بگیرید و انتخاب کنید که بمونید یا برید، میتونید این کار رو بکنید هر آن. بنابراین این کسی نبوده شما اجازه رو بده یا نده. شما خودتون هستید که تصمیم گرفتید این گونه زندگی کنید عزیز، مسئولیتشو بپذیرید. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به همچنین، خیلی متشکرم. مرسی، تمنا می‌کنم.